خب بحث ما درباره این بود که ما در زندگی این جهانی خودمون معمولاً با یکی، دو تا، سه تا از این 11 تا چیز خودمون رو تعریف میکنیم. هم وقتی که هر کدام از ما خودمون رو میخواییم تصور کنیم با یکی از این 11 تا چیز، یا دو تا از این 11 تا چیز، یا سه تا، یا این تا از این 11 تا چیز تعریف میکنیم، و هم خوش داریم که دیگران هم ما را به این صورت تعریف کنند و تعیین هویت ما رو بکنند. درباره این 11 تا چیز در واقع سخن میگفتیم. خب این 11 تا چیز یکیش از مقوله داشتنها و داشته ها بود: ثروت، و 5 تاش از مقوله نمودنها بود، جلوه کردنها بود، که عبارت بودند از شهرت، قدرت، احترام، آبرو و محبوبیت. اینم 5 تا بودن که می شدن 6 تا. 2 تاشون از مقوله کردنها، کرده ها بودند، یعنی رفتارهای ما که عبارت از گفتنهای ما و انجام دادنهای ما بود، یعنی در واقع گفته ها و کرده های ما. اینم 2 تا که با اون 6 تایی که میگفتیم میشد 8 تا. و 3 تا هم از مقوله بودنهای ما که باورهای ماست، احساسات و عواطف و هیجانات ما و خواسته های ما. ما معمولا در زندگی خودمون رو با یکی، دو تا، سه تا، این تا از اینها هم برای خودمون تعریف میکنیم و هم دوست داریم که دیگران هم ما را به این صورت تعریف کنند. مثلا اگر شما دوست داشته باشید که دیگران شما را به عنوان استاد دانشگاه تعریف کنند و خودتونم اول تصوری که از خودتون دارید مثلا استاد دانشگاه باشه، خب معلومه که شما در واقع دارید خودتون رو تعریف میکنید، اما با یکی از نمودهای خودتون دارید تعریف میکنید. یا اگر شما مثلا بخواید که شما رو به عنوان ثروتمند بشناسند و یکی از ثروتمندان مثلا جامعه، یکی از ثروتمندان لااقل خویشاوندان خودتون، خب دارید خودتون رو با عامل ثروت تعریف میکنید، دوست دارید که با این شما رو تعریف کنند. یا اگر فرض کنید که شما خیلی دوست دارید که شما را با تعداد طرفداران و هواخواهان و عرض کنم که دوستدارانتون تعریف کنن، خب شما معلوم میشه که خودتون رو با محبوبیتتون داری تعریف میکنید. به هر حال ما هر کداممون یکی، دو تا، سه تا، این تا از این 11 تا رو خودمون رو باش تعریف میکنیم و دوست داریم دیگران هم ما رو به این صورت تعریف کنن. البته معمولا هم اون در 1، 2، 3 انتعاملی رو انتخاب میکنیم که یه بهره ای ازش داریم، اگرچه دوست داریم که بیشتر از اون بهره ای که از این عوامل داریم در معرفی ما قلمداد بشه و در واقع برش تاکید بشه. خب درباره یه داشته یعنی ثروت سخن گفتیم، پرداختیم به قسمت دوم یعنی درباره نمودهای ما. راجع به نمودهای ما، اولین نمودی که محل بحث بود از اون 5 تا نمود، یعنی شهرت، قدرت، آبرو، احترام و محبوبیت، این 5 تا جلوه اجتماعی ما، نمود ما، داشتیم درباره شهرت سخن میگفتیم. خب در جلسه قبل سخن به اینجا رسید که ما در واقع شهرت طلبی واکنشی است در برابر احساس تنهایی،
وقتی من احساس تنهایی میکنم اون وقت متوسل و متمسک میشم به شهره شدن، آواز پیدا کردن و بالاخره مشاهون لحه بلبنان شدن و انگوش نما شدن در اینجا و اونجا. هرچه من احساس تنهاییم عمیق‌تر میشه و هرچقدر هم نفرت هم از تنهایی بیشتر میشه که اینو دوتا پدیده هست، خب میل من به شهرت بیشتر میشه. بنابراین کسانی که به شدت شهرت طلبند در این دو قلم رو پیشرفت کردن، یکی احساس تنهاییشون خیلی شدت کرده درشون، به شدت احساس تنهایی میکنن، یکی هم از تنهاییشون وحشت دارن، چون ممکنه من به شدت احساس تنهایی هم بکنم ولی از تنهایی خودم وحشت نداشته باشم. ولی اگر هم احساس تنهاییم شدت پیدا کنه و هم بیمم وحشتم از تنهایی شدت پیدا بکنه، خب معمولا رو میارم به طرف شهرت، به طرف سرشناس شدن، انگوش نما شدن، اینکه چهره من رو همه بشناسن و در هر مجلس و محفل و صحنه اجتماعی همه وقتی منو میبینن بدونن که با کی مواجه. خب در جلسه قبل گفتم که به سه وجه این به مقصود نمیرسه: گریز از تنهایی با متمسک شدن به شهرت از سه وجه به مقصود نمیرسه. یعنی اگر من برای گریز از تنهایی رو میارم به طرف شهرت، از سه جهت ناکام خواهم ماند. جهت اولش رو در جلسه قبل گفتم، حالا میخوام به جهت دومش بپردازم. جهت دومی که شهرت مرا به مقصود نمیرسونه اینه که شهرت در این حال که ممکن است کسانی را به سوی من جلب بکنه، ولی خب در این حال کسانی را هم با من در موضع مخالفت میاندازه. شما دقت بفرمایید که هر چقدر شهرتتون کمتر باشه، مخالفانتون هم کمترند. منت میکنید مثلا بدون این که واقعا ارزش داوری بخوام بکنم و اصلا و عبده، مثلا یک رفتگری که داره کوچه من و شما رو رفتگری میکنه، این تقریبا شهرتش کمترین حد در سطح جامعه، دشمنانش هم به کمترین حد در نرد میکنید. از اون طرف وقتی که کسی مثلا رئیس جمهور یک کشور بشه، خب البته شهرتش دیگه بیشترین میشه در سطح ملی لااقل، اگرچه بعضی وقت یک رئیس جمهور در سطح بین المللی هم شهرتش بی همتا میشه، ولی به هر حال در سطح ملی مثلا رئیس جمهور یک کشور، زمامدار اون کشور، حالا بگید رئیس جمهور، بگید نخست وزیر، بگید رهبر، امپراتور، شاه، هر کی میخواد باشه، بالاخره شهرتش بیشترینه. این شهرت بیشترین کسانی رو البته به جانب اون جهت میکنه که هیچ وقت به جانب یک رفتگر گمنام خامل و ذکر هیچ وقت جهت نمیشدن. اما در این حال به همین دلیل یک سلسله مخالفانی هم پیدا میکنه، کسانی که در درجات مختلفی با اون مخالفت میکنن. حالا این درجات مختلف مخالفت از رقابت ساده شروع میشه که کسانی با تو میخوان رقابت کنن در مشهور شدن و میخوان تو رو از کرسی شهرت بیاندازن تو خودش رو سر جات بنشینن، تا دیگه بزرگترین خصومت ها و عداوت هایی که میتونن با تو داشته باشن. بنابراین تو از یک جهت فکر میکردی در یک حریم امنیتی قرار میگیری وقتی که شهرت پیدا میکنی، چون بالاخره کسی بخواد به تو تعرض کنه، چون مشهوری همه میان سراغ تو و نمیگذارن متعرض تو بشن. اما خب از سوی هم اتفاقا مخالفان خودتو به درجات مختلفی از مخالفت مخالفانتون افزایش میدی. به گفته مولانا، البته او در مفهوم فرج گفته، توجه کنید، دشمن طاووس آمد پر او، ای بسا شهر را بکشته فر او. مسلماً وقتی که تو
تو طاووس شدی، خب البته شهرتی پیدا میکنی که اون شهرت رو کلاغ نداره، اما خب مخالفان کلاغ رو هم تو بیشترشون پیدا میکنی. اگر طرفداری نداره کلاغ، ولی مخالف چندانی هم نداره. خب طاووس پرطرفداره، مخالف بیشتر هم داره. بنابراین من از یک جهت انگار دارم خودم رو در یک گرمخانه امنی فرو میبرم وقتی که مشهور میشم، اما از یه طرفم خودم رو در معرض خطرات قرار میدم که هیچ وقتی عرض کنم که من در حالتی که در تیررس دید مردم نیستم، اینقدر من مخالف ندارم. به تعبیر دیگری نمیشود ظاهرا در زندگی طرفداران را افزایش داد و مخالفان افزایش پیدا نکنند. معمولا یه نوع توازی وجود داره بین افزایش موافقان و افزایش مخالفان. بنابراین هرچه تعداد عرض کنم که موافقانت کمتر باشه، تعداد مخالفانت هم علل قاعده، حالا نه دقیقا با یک نسبت برابر، ولی علل قاعده کمتره. مثال خیلی ساده بزنم، فرض کنید من یه رفتگر باشم، امکان این که ترورم بکنن نیست، اما اگه رئیس جمهور باشم امکان این که ترورم بکنن افزایش پیدا میکنه. نباید فکر بکنم که من حالا یک فرض کنید که رفتگر هیچ بادیگاردی نداره و من بادیگارد دارم. خب بله، بادیگارد های حریم امنیتی بر تو درست میکنن، ولی اصلا به چه جهتی تو بادیگارد نیاز داری؟ به جلیل به حد اینکه مخالفانی هم داری، ولی یک عرض میکنم بقال سر کوچه من بدون بادیگارد رفت و آمد میکنه، هیچ مشکلی هم برایش پیش نمیاد. ما فکر میکنیم که میتونیم فقط از این حریم امنیتی ناشی از شهرت استفاده کنیم و دیگه هزینه‌ای بابتش نپردازیم. خب این هزینه ها کم 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 افزایش پیدا میکنه. بنابراین در واقع ما با یک پارادوکس سر و کار داریم. میخواستم از تنهایی نجات پیدا کنم، اومدم در صحنه زندگی اجتماعی شناخته بشم که از طریق این شناخته شدگی حریم امنیتی پیدا بکنم، ولی خب این حریم امنیتی حاصل اومد، بعد عوضش از اون طرف هم من مخالفان بیشتری پیدا میکنم. بنابراین این راه از این جهت هم موفق نیست. بله، بعدن به اون ستا عامل دیگری که میپردازیم. بعد یه نکته اونجا خواهم گفت که اون نکته در شهرت البته وجود نداره. من گفتم که ما 5 تا نمود اجتماعی رو باش خودمون تعریف کنیم. یکی شهرت، یکی قدرت، یکی احترام، یکی آبرو و یکی محبوبیت. بعدن درباره اون ستای آخری یعنی احترام و آبرو و محبوبیت که صحبت میکنیم، میگیم که واقعا اون ستا این مشکل رو ندارن، این مشکلی که در واقع شهرت داره. خب محبوبیت فرق میکنه، احترام هم فرق میکنه و آبرو هم فرق میکنه. اون ستا با شهرت صرف اصلا قابل قیاس نیستن، از یک لحاظی وضعشون بهتره. و اگر دقت بکنید من دارم به ترتیب این که نباید بهش تکیه بکنیم میگم، اگر یادتون بدن جلسه اول یه ترتیب خاصی دارم این رو میگم. بنابراین شهرت وضعش بدتره. این هم جهت دوم. اما یه جهت سومی هم وجود داره در این که من از تنهایی خودم نمیتونم بگریزم با توسل به شهرت، که اونم باز در واقع اگر درش دقت بکنیم یه نوع ناکامی مزمری و منتقی در فرض میکنم که شهرت طلبی رو نشون میده. و اون اینه که انسان به صرف این که شهرت پیدا میکنه اعوان و انصاری پیدا نمیکنه، باید شهرتش رو از راههای خاصی به دست بیاره. و اگر اون راههای خاص رو بخوایم لحاظ بکنیم، وقت ببینیم شهرت خودش فی حد نفسه چندان کاری نیست. ببینید فرض کنید که مثلا صدام حسین شاید بتونیم بگیم چند سالی در سالهای آخر عمرش، چند سالی شاید مشهورترین آدم بود کره زمین،
ولی شهرتش از راه خاصی به دست اومده و اون شهرتش از راه اعمال قدرت به دست اومده، نه از راه محبوب بودن، نه از راه احترام، نه از راه آبرو، بلکه از راه اعمال قدرت به دست اومده. خب این شهرت چون از راه خاصی به دست اومده اتفاقا چندان کمک کننده نیست. شهرت باید همیشه به یه چیز دیگری منظم بشه، یعنی به یکی از اون سه تا چیزی که قبلا اشاره کردم باید منظم بشه. خود شهرت برای شما کاری نمیکنه. در اینجا یه اشاره بکنم. ببینید ما در زندگی اجتماعیمون، البته رجال سیاسی، دولت مردان به طریق اولای سخن در بابشون صادقه، ولی هر کدام از ما انسانهایی که جزء دولت مردان و رجال سیاسی هم نیستیم این نکته در موردمون صادقه، ولی خب البته با یک درجه و مرتبه پایین‌تر. و اون که آدم در زندگی یک سلسله توانایی های مادی داره، یک سلسله توانایی های معنوی داره در زندگیش. معمولا در فلسفه سیاسی و در فلسفه سیاست و حتی در علم سیاست از توانایی های مادی یک حکمران، یک حاکم، یک رئیس جمهور، حکم، از توانایی های مادیش تعبیر میکنن به قدرت، پاور. اما از توانایی های معنویش تعبیر میکنن به authority. توجه میکنید؟ یعنی اقتدار. و میگن قدرت غیر از اقتدار. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید گاندی اقتدار بالا داشت، درسته؟ گاندی تا وقتی که انقلاب هند به نتیجه نرسیده بود که قدرت که نداشت، فقط اقتدار فراوان داشت، یعنی یک نفوذ معنوی داشت. یعنی گاندی کسی بود که وقتی میگفت فلان کار باید انجام بگیره 90% مردم هند اون کار رو حتما انجام میدادن. اما حکمران انگلیسی هند قدرت داشت، اقتدار نداشت. یعنی اون توپ و تانک و عرض کنم که وسایل نظامی و تجهیزات نظامی و نفرات و عده و عده داشت. خب رجال سیاسی همیشه نیاز به این دوتا دارن. من و شما هم همینجوری مونم. ببینید من نسبت به بچه‌م یه قدرتی دارم و یه اقتداری دارم. اگر گفتم که بابا اگر بخوای فلان رشته بری من شهریت رو نمیپردازم، اینجا دارم از چی استفاده میکنم؟ از قدرتم دارم استفاده میکنم، درسته؟ اما اگر گفتم که، مثال میزنم، اگر گفتم پدر اگر اون رشته رو بری من خوشنود نیستم، اینجا دارم به چی خودم اتکا میکنم؟ در واقع به اقتدار خودم تکیه میکنم. خب میخوام بگم حتی در یک ارتباط خیلی ساده بین مثلا پدر و فرزندم هر دوتا وجود داره. و چه برسه به یک مثلا فرزندی که رهبر یک کشور، مثلا فرزند رئیس جمهور یک کشور، نه هر دو اینو دارن. مجموعه توانایی های مادی که من میتونم روی تو اعمال بکنم برای اینکه تو رو بکشونم به اون کاری که خودم دوست دارم، این قدرت منه، پاور منه. و مجموعه توانایی های معنوی که دارم، توانایی های معنوی مهمترینشون چیزی که بهش میگیم چی؟ نفوذ کلام. میگیم این شخصی نفوذ کلام داره، یا میگیم این شخصی نفس گرمی داره، یعنی سخنش مؤثر میفته در دیگران. این ممکنه اصلا یک زاهدی، یک عرض میکنم عارفی، یک فرزانه‌ای باشه که توی یک عرض کنم که کلبه خیلی کوچکی نشسته، ولی اقتدار داره. خب در زندگی برای این که من مخاطب خودم رو، حالا مخاطب خودم فرزندان خودم باشن یا شاگردان خودم باشن یا هر کسی باشه، بخوام به اون کارهایی که دوست دارم سوقشون بدم، من دو تا نیرو در اختیارم هست، یکی قدرت من، پاور من، و یکی آثوریته من، اقتدار من. اما مشکل بر سر اینه که
هرچه از قدرتم بیشتر استفاده کنم اقتدارم کم میشه. دو تا نیرو بنا، ولی دو تا نیرو با هم یک حالت الاکلنگی دارن. اگر من خیلی از قدرتم استفاده کردم اقتدارم کم میشه. یعنی فرض کنید که بچم رو برای اینکه به فلان رشته دانشگاهی نره بگم که شهریت رو مثلا من نمیپردازم، پول تو جیبیت رو کم میکنم، من اتومبیلم که در اختیارت بود بابا دیگه از این به بعد ازت میگیرم، دیگه حق نداری با اتومبیل من رفت آمد بکنی. خب هرچی اینا دارم از قدرتم استفاده میکنم، ولی هرچی از قدرتم استفاده کردم اقتدارم پیش بچم چی میشه؟ در واقع کم میشه. نفوذ معنوی به قیمت استفاده نکردن از نفوذ مادی محفوظ میمونه و حتی افزایش پیدا. اما هرچی من از نفوذ مادی استفاده کردم، از قدرتم استفاده کردم، اقتدار خودم رو کم میکنم و کم و کم و کم. نت میکنیم مثلا رژیم هایی که به خشونت اوریان رو میارن، خب بله به حسب ظاهر چون قدرت مادیشون اعمال کردن مخالفان رو چکار میکنن؟ خانه نشین میکنن، ساکت میکنن. اما خب دیگه نفوذ معنویش نم از دست میدن دیگه. کسی که اومده از خشونت اوریان استفاده کرده، این دیگه با یه جملهش کسانی به هر جایی که میخواد نمیرن، چون نفوذ معنویش رو از دست میدن. ما در واقع یه همچین وضعی داریم که هرچی از این استفاده بیشتر بکنیم، این رو در واقع داریم افتش میدیم، و هرچی از این بیشتر استفاده کنیم، این در واقع ما یه همچین وضعی داریم. اون کسی که یک حکمت و فرزانگی در کارش هست از بالانس این دوتا استفاده میکنه. البته همیشه هم نمیشه فقط از نفوذ معنوی استفاده کرد، گاهی وقتا هم باید یه چاشنی از نفوذ مادی باشه، یعنی از قدرت در برابر اقتدار. این هست در بود. حالا برگردم به بحثم. ببینید شهرت اگر از راه اعمال قدرت به دست اومده باشه، هرچه این اعمال قدرت بیشتر شده، اقتدار تو پیش اون افرادی که میشناسنه چی شده در واقع؟ کمتر. یعنی مثلا در اوج فرض کنید که شهرت هیتلر، یا در اوج شهرت استالین، استالین از لحاظ اقتدار دیگه در کمترین حد ممکن بود، در واقع اون هیتلر در کمترین حد ممکن بود به لحاظ نفوذ معنوی. نفوذ معنوی برعکس، اگر کسی رو همه بدونن قدرت مادی داره ولی ببینن تقریبا هیچ وقت از قدرت مادیش استفاده نمی کنه، این روز به روز داره اقتدار خودش رو افزایش میده. بنابراین شهرت اینجور نیست که برای تو از هر راهی که حاصل بیاد، مثلا اگه از راه قدرت حاصل بیاد، به تو نفوذ معنوی بده. با اینکه اونی که نیاز بهش داشتی برای بیرون اومد از تنهایی، اون چی بود در واقع؟ اون نفوذ معنوی بود که توجه میکنیم دیگران رو بتونی روشون تحکم معنوی داشته باشی، نوعی در واقع استعلاء معنوی برشون اعمال بکنی، نه استعلاء مادی. شهرت پس فقط وقتی به درد میخوره که این شهرت یا از راه احترام به دست اومده باشه، یا از راه آبرو دست اومده باشه، و یا از راه محبوبیت به دست اومده باشه. خب اگر اینجور باشه، پس شهرت خودش فی حد نفسه کاری نیست، بسته به اینه که چی به ما رو به این شهرت رسونده باشه. اگر اعمال قدرت ما رو به شهرت برسونه، شهرت برای ما کاری نخواهد کرد. اما اگه از اون سه تا راه دیگه باشه، خب اون سه تا راه دیگه چرا کار میکنن بر ما؟ البته هر کدوم از نام یک مشکلات دیگری خواهند داشت، ولی میخوام بگم شهرت از این لحاظ از همه مشکلش بیشتر. این تا اینجا سه تا اشکال بود از لحاظ مصلحت اندیشی به شهرت طلبی وارد میشد. یعنی میخواستیم بگیم اگر شهرت طلبی به خاطر اینکه تنهاییت رو درمان کنی، به این سه جهت موفق نخواهی بود، پس این سه اشکال مصلحت اندیشانه بود. به چی در واقع؟ به شهرت. اما یک اشکال اخلاقی هم به شهرت طلبی وارده که اون دیگه مصلحت اندیشی ربطی نداره، یعنی به این که موفق نمیشه از تنهایی بیای بیرون ربطی نداره. و اون که اگر آدم شهرت رو بخواد برای این که از احساس تنهاییش بکاهد، در واقع دیگران را ابزار خودش خواسته و از زمان کانت به این سو لااقل
یکی از مسلمات اخلاقی این شده. البته قبل از کانت فرزانگانی میگفتن این رو، مثلا بودا این رو گفته بود در آیین هندو، مثلا در بهگوت گیتا متن مقدس آیین هندو برش تاکید شده بود، ولی تنها فیلسوفی که بیشترین تاکید رو بر این نکته کرد که هر وقت من تو را ابزار خودم گرفتم، دیگه فرق نمیکنه که ابزار چه کاری، تا وقتی که من تو را ابزار خودم میگیرم من دارم عمل غیر اخلاقی انجام میدم. این یه توضیح فهم مختصری عرض میکنم که در بابش میده. ببینید خب ما در زبان عادی خودمون، یعنی در هم زبان مردم ما مردم کوچه و بازار و مطابق با فهم عرفی خودمون، ما معمولا یک سلسله موجودات رو میگیم اینا کسند، یه سلسله موجودات رو میگیم اینا چیزند، میگیم چیزها کسان، یا به تعبیر عربیش یک سلسله موجودات رو میگیم اینا شیئند و یک سلسله موجودات رو میگیم شخصند. درسته؟ خب حالا این که آیا این تفکیکی که فهم عرفی میکنه و جلبش در زبان ما مردم کوچه و بازارم هست، آیا این به لحاظ فلسفی این تفکیک دقیقه یا دقیق نیست، کاری به این نداریم. خیلی بحثای مفصلی در فلسفه صورت گرفته در باب این که شخص بودن یک موجود به چیه، یک موجود چه ویژگی اگه داشته باشه از زمره چیزها میاد بیرون، از زمره اشیاء میاد بیرون و ملحق میشه به گروه اشخاص، یعنی به گروه کسان. نمیشه بگیم که این که من از چیزها بیام بیرون و وارد کسها بشم به صرف انسان بودنم، نه صرف انسان. چرا؟ چون اولا مثلا اگر به شما به خدا قائل باشید، خدا با اینکه انسان نیست ولی کس به حسابش میارید، چیز به حسابش میارید، کس به حسابش میارید، با اینکه انسانم نیست. درسته؟ انسان که نیست. بنابراین حالا اون بحث مفصل فلسفیش اینجا از فرصتش نیست و ضرورت هم نداره، اما یک نکته وجود داره و اون نکته اینه که اگر موجودی چیز شد، یعنی شیء تلقی شد، این مساوی است با ابزار تلقی شده. چیز یعنی ابزار، اگر موجودی چیز شد یعنی ابزاره. بنات میکنید به تعبیر دیگری چیز بودن و ابزار بودن دو مفهومند، ولی همینچه چند تا مصداق دارن؟ یک مصداق. اگر من به این کس نگفتم، به این میکروفون گفتم یک چیزه، معناش اینه که این ابزاره و ابزاره یعنی چه؟ یعنی بدون اذن او میتونید ازش در راه مقاصد خودتون استفاده کنید، در راه اهداف خودتون استفاده کنید. اجازه ای نباید ازش بگیرید، کسب اذنی نباید ازش بکنید. به محض اینکه موجودی چیز شد، شما میتونید او رو ابزار قرار بدید برای هر مقصودی که داریم، هر هدفی که داریم. اما به محض اینکه موجودی کس شد، توجه میکنی؟ دیگه این از ابزار بودن اومده بیرون. کس رو نمیشه ابزارش کرد. نگاه میکنید. وقتی کس شد یعنی خودش باید بگوید که من باید در چه راهی به کار بیفتم، در چه راهی به کار نیفتم. حالا از همین جا میفهمی که اون که میگفتم که صرف انسان بودن موجود رو کس نمی کنه، حتی موجودی مثل خدا هم هست که با اینکه انسان نیست ولی کسه، حالا میبینید که نه، اگه این دیدگاه رو بگیریم حتی ممکنه شما حق نداشته باشید از اسبتونم در راه هر هدفی استفاده کنید، از سگتونم در راه هر هدفی نمیتونید استفاده بکنید. توجه میکنید؟ مثلا شما در قدیم میدونید که مثلا نفت اندازان تو جنگ ها کارشون این بود دیگه، یک مثلا سگی رو نفت روش میریختن و به آتیشش میداختن و اینو میروندنش به طرف خیمه های دشمن.
خب این تو هر خیمه‌ای که وارد می‌شد همه جا رو چیکار می‌کرد در واقع؟ با آتش می‌کشید. الان کسی که این کار رو می‌کنه در واقع گویا سگ رو چیز تلقی کرده. درسته؟ ولی الان من و شما فکر می‌کنیم که با سگ هم نمی‌شن چیکاری کرد. بنابراین انگار یک نوع شخصانیتی، نه شخصیت ها، شخصیت در روانشناسی بحث دیگری، یعنی پرسونالیتی نه پرسونهود، یک نوع شخصانیتی ما برای سگم قائلیم که اون کاری که با میزم میکنم رو با سگم انگار به خودم اجازه نمیدم بکنم. درسته؟ میزم رو هر کار باش بخوام بکنم اگه مالکش باشم میکنم و ظاهرن هم مذمت اخلاقی، ظاهرن البته متوجه هم نیست، اما با گربه هم دیگه نمیتونم اونجور رفتار بکنم که با میزم رفتار میکنم. خب حالا به این کار رو برگردن به اون بحث که اگر موجودی جزو اشیاء شد، جزو چیزها شد، معناش اینه که هر کاری برای هر مقصودی و هدفی تو با اون میتونی بکنی، اما اگه جزو اشخاص بود نه. کانت تأکیدش تو اخلاق این بود که ما باید توجه بکنیم که ما انسانها رو با اینکه به حسب ظاهر شخص به حساب میانیم، ولی اکثر معاملاتی که با دیگران میکنیم انگار اونا رو چی به حساب آوردیم؟ چیز به حساب آوردیم، انگار شی به حساب آوردیم. وقت اینه که اصیل اخلاقیش این بود که تو باید هر انسانی را غایت بینگاری نه آلت. باید خودش رو برای خودش یه غایت بدونی، آلتش نباید بدونی. به زبان فارسی تر امروزی هر انسانی برای خودش هدفه، وسیله چیزی نباید بشه. بنابراین من حق ندارم از شما استفاده کنم در جهت مقاصد خودم. خب حالا سوال پیش میومد که خب اگر اینجور باشه اصلا زندگی اجتماعی از هم میپاشه. چرا؟ چون من وقتی به نونوا رجوع میکنم، درسته؟ من از نونوا به عنوان چی انگار دارم استفاده میکنم؟ ابزار. نونوا داره انگار از من به عنوان ابزار استفاده میکنه. وقت چگونه شما ای کانت میگید که ما باید دیگران رو عرض کنم که غایت بیانگاریم و نه آلت، باید هدف بیانگاریم و نه وسیله؟ اون وقت کانت اینو میگفت، میگفت هر موجودی را که حالا بپردازیم فقط به شخص هایی که انسان هست، یاد به بقیه موجود کار نداریم، به خدا کار نداریم، به حیوانات هم فعلا کار نداریم. میگفت هر انسانی رو اگر بخوای رفتارت با او اخلاقی باشه، باید دو تا چیز رو مطلعش کنی اون انسان رو. یکی به او بگویی که من هدفم فلان چیز است از به کار گرفتن تو، این که تو رو استخدامت میکنم، میگم بیا باغچه‌مو بیل بزن یا خونه‌ای برام بساز یا اتومبیلمو تعمیر کن یا عرض میکنم که بچه‌مو ببر مثلا مدرسه‌اش برسو، هر چیز دیگه. اولا باید دقیقاً به او بگی که این هدفی است که من دارم، توجه میکنی؟ از اول براش روشن کن و ببینی آیا او این هدف را بهش رضایت میده یا بهش رضایت نمیده. این نکته اوله. بنابراین هر گونه ابهامی که در ناحیه اهدافتون برای مستعملهای خودتون، یعنی اونایی که میخواید چیکار کنید در واقع به کارشون بگیرید، اونایی که میخواید استخدامشون بکنید، یعنی به خدمتتون بگیرید، هر گونه ابهامی در ناحیه اهداف شما باعث میشه که طرف مقابل چیز تلقی بشه، یعنی دیگه ابزار تلقی شده. بنابراین باید کاملا بهش بگید که هدف من از این که تو رو دعوت کردم به انجام فلان کار اینه که میخوام به فلان حد مقصود برسم. اون وقت اگه اون مقصود را او پسندید و گفت من راضیم از این که مقصود و هدف تو از استخدام من، از استعمال من، از بکارگیری من این باشه، این شرط اول. اما شرط دوم هم اینه که علاوه بر این که باید هدف رو بهش بگی، باید بگی من تا کجای این هدف رو از تو کار میگیرم. نه اینکه اول یه جوری باش حرف بزنید که هدف واضحه ها، ولی تا مرحله دوم گویا میخواید به کارش بگیرید، بعد بگید نه تا مرحله چندم میخوام ازت کار بگیرم. چهارم، بنابراین باید بگید که من تو این رسیدن به این هدف، اگه رسیدنم تو هدف
N تا گام داره، من تا گام چندمش میخوام از تو کار بگیرم. درسته؟ چون ممکنه شخص تا دو گام حاضر باشه اما گام سوم دیگه حاضر نباشه. میگم اگه این دو شرط لحاظ بشه، اون وقت شما به کار گرفتن دیگران این براتون من اخلاقی نداره، محضور اخلاقی نداره. شما در نظر بگیرید که اکثر ما خیلی وقتا یکی از دو شرط رو رعایت نمی کنیم. توجه میکنیم؟ مثلا فرض کنید من به شما میگم که میخوام فرض کنید که بیاید فلان زمین رو گود برداری کنید. هیچی هم نمیگم که برای چی میخوام گود برداری کنید. و شما میاید گود برداری میکنید، فکر میکنید که من میخوام اینجا فرض کنید چیکار بکنم، مثلا خانه ای بسازم. درسته؟ اما فرض کنید که من میخوام تو اینجا اسلحه مخفی کنم. توجه میکنید؟ میخوام به جای اینکه خونه بسازم یه شکنجهگاه بسازم. یا شما رو استخدام میکنم به عنوان یک روانشناس، میگم تو میخوام بیای و مشاوره روانی بدی. شما فکر میکنید که من شما استخدام کردم شما رو برای اینکه مشاوره روانی من بدید که عرض میکنم کارهام با کارمندانم بهتر پیش بره. غافل از اینکه من میخوام از طریق شما به نقاط ضعف کارمندان خودم پی ببرم و هر کدامشون رو با اون نقطه ضعفش بکشونم به طرف مقاصد خودم. توجه میکنید الان در کشورهای دنیا آمارها میگن نزدیک 40% آدم ها نمیدونن که کارشون داره آبش به آسیای کی میریزه. نمیدونن. یعنی 40% از انسانهایی که شاغلن رو کره زمین، اینا نمیدونن که نفع کارشون داره به جیب کی میره و دارن از نتایج تحقیقاتشون، از نتایج مطالعاتشون، از نتایج تجاربشون، از نتایج علمشون، از نتایج قدرت تفکرشون، از نتایج عمق فهمشون کی داره برای چه هدفی استفاده میکنه. توجه میکنید؟ این یعنی ما داریم به تعبیر کانت با مستخدمهای خودمون، یعنی اونه که به خدمتشون گرفتیم، معامله چی میکنیم در واقع؟ چه میکنیم؟ شما اگه دقت بفرمایید در بسیاری از وزارتخانه ها، در البته در جاورقا و جاورسا اینجوری ها، اینجا اینجور نیست، یه کشورهایی که گاهی آدم اسمشون رو میشنوه، در اون کشورها گاهی اینجوری پیش میاد که پزشکانی هستن، مهندسانی هستن، متخصصانی هستن، حتی جامعه شناسانی هستن، روانشناسانی هستن، فیلسوفانی هستن که فکر میکنن معصومانه دارن کارشون رو انجام میدن. نمیدونن که این کار وقتی که انجام میگیره این تو چه چرخه‌ای میفته و این چرخه به کجا در واقع منتهی میشه. خب کانت میگفت این غیر اخلاقی. بنابراین کانت میگفت هر وقت کسی رو به هر کاری استخدام میکنید، بگید من دقیقاً به وضوح، بگید من میخوام با این کار تو به اینجا برسم و از تو هم تا این مرحله از این به مقصد رسیدن رو از تو استفاده میکنم، بقیه مقال اهداف ببخشید بقیه گام ها رو به عهده دیگری میزن. خب حالا اگر من بیام و بخوام مشهور بشم در جامعه، برای این که از طریق مشهور شدنم یه حریم امنیتی برای خودم درست بکنم، حالا غیر از اون سه بحثی که راجع به مصلحت اندیشیش میگفتیم، از لحاظ اخلاقی هم من کار درست نکردم، یعنی انگار دارم از شماها استفاده ابزاری میکنم برای صیانت خودم، برای حفظ و حراست خودم، انات میکنید؟ یعنی گویا در واقع بدون اینکه شما بدونید دارم شما رو سیاه لشکر خودم میکنم برای مخاطراتی که تو زندگی ممکنه برای من پیش بیاد، فراز و نشیب‌هایی که پیش بیاد، و این به لحاظ اخلاقی درست نیست. از این لحاظ هم هست که اونایی که فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی اخلاقی میخوان انجام بدن، که مثلا فرض کنید کسانی مثل گاندی، واسلاو هاول، اینا معمولا مرحله به مرحله میگن به طرفدارانشون که ما الان دقیقاً در چه مرحله‌ای هستیم، هر که نمیخواد راهش بگیره بره، با چشم باز در واقع بیان، به تعبیر قرآنی لیح یا من حیان بینتن و یهل که من حلکم بینه، با چشم باز هر که میخواد به راه نجات بره با چشم باز بره، هر که میخواد به راه علاک بره با چشم باز بره. بنابراین به لحاظ اخلاقی هم این کار
کار درستی نیست که من بخوام از تعداد شناخته شدگی های خودم، یعنی از تعداد کسانی که منو میشناسن، من بخوام برای خودم یک نوع حریم امنیتی ایجاد بکنم. این در باب شهرت. بعد از شهرت میرسیم به قدرت. قدرت با شهرت خیلی فرق میکنه، هم به لحاظ مصلحت اندیشی که محل بحث ماست که کامیاب میشیم در این که متوسل به قدرت بشیم یا کامیاب نمیشیم، و هم به لحاظ اخلاقی، یعنی چقدر من حق دارم قدرت پیدا کنم. قدرت در اینجا مراد قدرت سیاسیه، راجعه میکنیم هیچ قدرت دیگه این محل بحث نیست. وقتی گفته میشه قدرت در این مباحث، یعنی قدرت سیاسی، یعنی که من بخوام در تصمیم گیری ها مؤثر باشم، نه در اجراها، بیشتر در تصمیم گیری ها. حالا میگیم شنون دارم جلسه و سلام. Yeah.